بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند. سلام خدمت شاگردای عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم که ملبس با لباس عافیت و صحت بوده باشید و یک بار دیگر هم در درس کیمیای صنف نهم شما را خوش آمدید میگم. شاگردای عزیز، شما هم باید یک کتابچه و قلم با خود داشته باشید، در صورتی که نکات مهم برای شما در روی تخته نوشته میکنیم شما هم یادداشت بگیرید. همچنین شاگردای عزیز، موضوع درس امروز ما مرور به خلاصه فصل دوم هست و همچنین مرور به مفاهیم درس گذشته. درس ما و شما درس 23 صفحه کتاب 34. شما هم کتابایتان را باز کنید. میم روی خلاصه فصل دوم. نکات مهمی که برای ما و شما اهمیت داره برای شما میخوانم و نکات مهم شما هم میتونید یادداشت کنید. شاگردای عزیز، در فصل گذشته ما و شما خواندیم هایدروکاربن ها. هایدروکاربن ها تعریف کردیم. هایدروکاربن ها عبارت از مرکباتی هستند که از ترکیب هایدروژن و کاربن به وجود آمده است. پس تعریف کردیم هایدروکاربن ها عبارت از مرکبات عضوی هستند که از ترکیب هایدروژن و کاربن ساخته شده باشد. هایدروکاربن ها هم به دو بخش تقسیم میشه شاگردای عزیز. یکی داریم الیفاتیک، دیگه هم داریم اروماتیک. الیفاتیک هم شاگردای عزیز به دو بخش تقسیم میشه که قبلا خوندیم. الیفاتیک مشبو یا مرکبات مشبو هست و یا هم غیر مشبو. مشبو چیه؟ هایدروکاربن های مشبو عبارت از مرکبات انکی تمام روابط کربن با هایدروژن مشبو شده باشد و یا هایدروکاربن های مشبو عبارت از مرکباتی هستند که تمام روابط کربن و کربن و کربن و هایدروژن یگانه باشد. این از هایدروکاربن های مشبو. هایدروکاربن های مشبو شاگردای عزیز به دو بخش تقسیم میشه. یکی الکان ها و دومش سایکلو الکان ها. الکان ها و سایکلو الکان ها. الکان ها چیه؟ الکان ها عبارت از هایدروکاربن های مشبوع مرکبات عضوی هستند که تمام روابط کربن با هایدروژن مشبو شده یا تمام روابط کربن و کربن کربن و هایدروژن یگانه هست. تمام روابط کربن و کربن کربن و هایدروژن یگانه هست. شاگردای عزیز، میم روی الکان ها چگونه هست. الکان ها را قبلا ما و شما باید داریم خواندیم که الکان ها از فرمول عمومی CN H2N جمع دو فرمول عمومی سلسله الکان هاست. هر مرکب عضوی که از فرمول CN H2N جمع دو پیروی کنه یا مطابقت داشته باشه الکان هاست. مثلا CN اگر کربن داشته باشیم CN بیان کننده کربن، کربن 3، پس 2N داریم، 2 ضرب در 3 6، جمع 2 داریم 8. پس تعداد هایدروژن 2 ضرب 3 6، جمع 2 8. 8. حالا اگر در نظر بگیریم که مشبو هست یا نیست برای شما تشریح.
نامش پروپون. حالا در نظر می اول تعداد کربن ها را با هم وصل می کنیم. سه تا کربن داریم. شد. هر کربن باید رابطه چهارگانه داشته باشه. یعنی هر الکترون ببخشید هر عنصر در مدار دوم به 8 الکترون مشبوع میشه. پس هر رابطه از اثر اشتراک گذاری دو الکترون به وجود میاد. دو تا 4 6 8. کربن اول مشبوع، تمام رابطه یگانه است. کربن دوم دو تا رابطه با دو تا کربن مجاور، دو رابطه هم با دو هیدروژن یک مشبوع. کربن اخیر یام شد مشبوع. پس الکان ها عبارت از هیدروکربن های مشبوع می باشد که تمام روابط بین کربن و کربن، کربن هیدروژن یگانه است. آمدیم روی سایکل الکان ها. سایکل الکان ها عبارت از مرکبات حلقوی هیدروکربن های مشبوع است. تنها یکی از زنجیر باز است، ولی سایکل الکان ها زنجیر بسته است که اولین مرکب سلسله سایکلو الکان ها سایکلو پروپان هست. سایکلو پروپان، یک کربن، دیگه کربن، دیگه کربن. حداقل سه تا کربن داشته باشیم که حلقه بسته شود. غیر از صورت دو کربن که نمیتونیم حلقه را بسته کنیم. یک هیدروژن، دیگه هیدروژن، دیگه هیدروژن، دیگه هیدروژن، دیگه هیدروژن و هم دیگه هیدروژن. پس یه هم مشبوع است. تمام روابط کربن با هیدروژن با کربن یگانه هست. یه هم تنها فرقش این حلقه است، ولی این زنجیر باز است. آمدیم روی هیدروکربن های غیر مشبوع. هیدروکربن های غیر مشبوع شاگردای عزیز به دو بخش تقسیم میشه. سلسله الکین ها و الکاین ها. الکین ها، فرمول عمومی الکین ها CnH2n به هر اندازه که تعداد کربن دو چندش هیدروژن. C4 دو ضرب 4 8 هیدروژن، تعدادش 8، کربن 4. الکاین ها عبارت از هیدروکربن های غیر مشبوع می باشد که حداقل بین دو اتم کربن مجاور یک رابطه اشتراکی سه‌گانه وجود داشته باشد. فرمول عمومی الکاین ها CnH2n منفی 2 به هر اندازه ای که اگر کربن تعدادش 3 باشه، 2 ضرب 3 6، 6 اگر منفی 2 بکنیم چیزی که باقی میمونه 4. 2 ضرب 3 6 H4. پس سلسله الکاین ها و سلسله الکین ها. آمدیم روی مرکبات اروماتیک شاگردان عزیز. مرکبات اروماتیک عبارت از هیدروکربن های غیر مشبوع که از قاعده هیوکل پیروی کنه. پس اساس و تشکیل دهنده مرکبات اروماتیک بنزین است. بنزین هم قبلا ما و شما به یاد داریم خواندیم که سی فرمول مولکولی بنزین C6H6. دومش نفتالین است C10H8. سومش انتراسین است C14H10. اساس تشکیل دهنده مرکبات اروماتیک بنزین است و همچنین دو حلقه بنزین با هم متصل شوند، نفتالین، و در صورتی که سه حلقه بنزین با هم متصل شوند انتراسین است. خب شاگردای عزیز، بعضی از سوالات فصل دوم برای شما، شما هم کتابایتون با دقت ببینید میخونم و بعضی از جوابات ما هم بعضیشان هم کار خانگی شما. سوال اول، هیدروکربن های زنجیری یا آلیفاتیک به کدام یکی از سلسله های زیر تقسیم شده؟ هیدروکربن های زنجیری یا آلیفاتیک به کدام یکی از سلسله های زیر تقسیم شده؟ قبلا برای شما گفتیم هیدروکربن های مشبوع یا سلسله آلیفاتیک به دو بخش مشبوع و غیر مشبوع.
هایدروکربن های زنجیری الیفاتیک به کدام؟ مشبوع و غیر مشبوع. سوال دوم، اگر یک اتم هایدروژن میتون با یک اتم کلورین تعویض گردد، میتون داریم شاگردای عزیز CH4، در صورتی که گفته اگر یک اتمی از هایدروژن میتون تعویض شود با کلورین چی میشه؟ کلورو میتون یا متایل کلوراید، متایل کلوراید یا کلورو میتون. سوال سوم، فرمول عمومی مرکبات سلسله الکاین ها عبارتن از سلسله الکاین ها CnH2n-2. سوال چهارم، مرکبات هایدروکربن های سلسله الکین صرف بین دو اتم کربن خود یکی از رابطه های اشتراکی ذیل را داره است. الکین رابطه اشتراکی دوگانه. الکین ها مرکباتی هستند که حداقل بین دو تا اتم کربن مجاور رابطه اشتراکی دوگانه وجود داشته باشند. میم روی جدول شاگردای عزیز یک دو تا سوال برای شما جواب میگیم. سوال ششم، هایدروکربن های غیر مشبوع چه نوع مرکبات هستند؟ مرکباتی هستند که اتم های کربن آنها توسط اتم های هایدروژن مشبوع نشده باشند. بین کربن های مجاور رابطه اشتراکی دوگانه و یا سه گانه وجود داشته باشد. نام سوال هفتم، نام مرکبی C5H10 پینتون CnH2n از سلسله الکین هاست، پینتین پینتین. خب شاگردای عزیز، رسیدیم در قسمت سوالات صحیح و غلط. سوال دوم، فرمول کیمیایی مرکب اسیتلین، اسیتلین اولین مرکب سلسله الکاین ها C2H2. پروپان یک هایدروکربن جامد است. هایدروکربن ها از کربن اول تا سوم به صورت گاز وجود دارد. بنابراین پروپان یکی از مرکبات عضوی می باشه که به صورت گاز وجود دارد. شاگردای عزیز، آمدیم در قسمت اخیر سوال های ذیل را تشریح نمایید. از زغال سنگ کدام نوع گاز به دست می آید؟ یک، قیر زغال سنگ دارای کدام نوع مرکبات هست؟ دو، از تقطیر تدریجی زغال سنگ کدام نوع مرکبات به وجود می آید؟ سه، و فرمول ساختمانی بنزین را تحریر دارد. این چهار تا سوال به حیث کارخانگی شما. امیدوارم شاگردای عزیز که شما هم بدقت درسای خود را بخونید و کارخانگیتان را انجام بدید تا باشه که نکات یادداشت کنیم و به درد ما و شما بخوره و از این سال یک تا اندازه توان بهرمند بگردیم. شاگردان عزیز، رسیدیم در پایان قسمت این درس. تا درس بعدی همه شما را به خداوند پاک و منان می‌سپارم. خداوند حافظ و ناصرتان.